36 flow, I got you. Don't harm the asset. What the hell is going on? زیبایان، بازی آوردیم. چه بازی و چه کسی هم قراره توضیحش بده. قشنگترین صدای یوتیوب فارسی. ساوند داریس گوز من از ساوند بنده ناف همه ما رو با سری بازی جی تی آی بریدم و قراره توی این ویدیو داستان جی تی آی ویو براتون توضیح بدیم. لایک و سابم قبلش بکوب. حواسم به تک تک و داستان از سال 2004 شروع میشه، جایی که مایکر، ترور، براد و با یکی دیگه از بیزمالاشون قصد دارن از شرکت امنیتی. چه ربطی آخه به براد چیز داره؟ خلاصه اومدن که دزدی کنن. کارشون داشت خوب پیش میرفت تا اینکه این پیریه میره رو مخشون و ترور اونو میکشه. پلیسا بعد از شنیدن صدای میافتن دنبال این چهارتا. اینا هم که این میگ در حال فرار کردنن، مامورا با تیر میزنن تو سر اون بیزماله و ماشینشون میخوره به یه قطار و به گاو میره. اینا که سعی میکنن فرار کنن، پلیسا براد و مایکل رو با تیر میزنن و به جان که ترول بیاد کمکشون در میره. آقا یه دقیقه ویدیو رو پاس کن. بچه‌هایی که دارین ویدیو رو نگاه میکنین، قبول دارین این ترول شبیه عمو حسنه؟ نه. اما نکته اینجاست که کل ماجرا نقشه بوده و مایکل چون میخواست زندگی تازه رو شروع کنه، با اف آی بی ریخته رو هم و دوستاشو فروخته تا زندگی تازه رو شروع کنه. بعد این ماجراها داستان میره به 9 سال بعد. مایکل فامیلیشو به تبرگود تغییر داده و زیر سایه دیو نورتون که مأمور اف آی بی با زنش و دوتا بچه‌اش زندگی خوبی داره. اما مایکل به این زندگی عادت نداره و دلش برای زندگی پر استرس قبلیش تنگ شده. اینجاست که میگن کونی که خارش میکنه چی؟ خودش سفارش میکنه. واقعا کوسیرترین زرمون مسئله که شنیدم همین بود. آجلی مشکل داری؟ مشکل داری؟ اصلا بیا آدمی مد خودت بخون، من دیگه نمیخونم. چی گفت که خوار کن؟ من اومدم. وو! خب به انا این مایکل داستان ما قراره با آرزوش برسه و با یه کاکاسیا به اسم فرانکلین آشنا بشه. توی این برهه زمانی فرانکلین و دوستش دارن برای سیمن کار میکنن. سیمن هم کارش اینه که ماشین مدل بارا رو فرو میکنه به مردم و اینا رو میفرسته تا ماشین رو دوباره برگردونن. سیمن مادر سیمن یه ماشین رو به پسر مایکل میفروشه و فرانکلین رو میفرسته تا ماشین رو بدوزه و برگردونه. فرانکلین مادر اما یهو مایکل عین تخم جن از صندلی عقب ظاهر میشه و اسلحه رو میذاره روی کله فرانکلین. ما هم سر خر کج میکنیم و مستقیم میریم تو فروشگاه سیمن. مایکل به خاطر این کار فرانکلین بهش پول میده و دیگه از اینجا به بعد میشن کرجی هم. چه؟ مایکل که داره برمیگرده سمت خونش یه سری سر و صداها میشنوه. وقتی که در اتاقو باز میکنه میبینه یا امامزاده بیژن مربی تنیسشون داره تقه زنشو میزنه. ولی خدای عجب زن کراشی داره. اما خب اصلا اینا مهم نیست و هیچ چیز از آرمان‌های زنش با اینکه خیانت هم کرده به نظرم کم نمیشه. اینا میرن سراغ مربیه و ویلای میلیون دلاریشو میتر کنن. اما خب اصلا این ویلا برای این چاغال نبوده که در واقع برای مارتین یکی از گنده‌های لوسانتوسه. مایکل که سوراخشو در معرض خطر میبینه، پس باید توی کمترین زمان ممکن پول خسارت ویلا رو برگردونه. اون زنگ میزنه به رفیق قدیمیش لستر. لستر نقشه سرقت از یه طلافروشی رو میکشه و این کارم به خوبی انجام میشه تا مایکل پول مارتین رو میندازه جلوش. این خبر که کلی سر و صدا کرده تو اخبار به گوش عمو هست، یعنی چیز ترول میرسه، پس میره ببینه که چه خبره. تک تک سوشراتون ترول خیلی راحت آدرس خونه‌شو پیدا میکنه و وارد خونه مایکی میشه. هنوز زنده ای کسیش؟ من فکر کردم مردی. خب حالا که زنده‌ام. مامانت مثل اینکه داستانو بهت نگفته. چه داستانیو؟ اینکه من دوست پسرش بودم توی همه این سالا. خلاصه دیو نورتون یه مأموریت به ما میده که باید تا 72 ساعت دیگه یه تروریست به اسم کریموفو بکنیم تو گونی، وگرنه بعد 72 ساعت به کل لوسانتوس میگم همشون صداد کنن گونی. هر طوری که شده ما یارو گیر میندازیم و میدیم دست ترول تا حسابی کتکش بزنه. اما بعد کلی انگول دادن این یارو میفهمیم اصلا این یارو اونی نبوده که دنبالش میگشتیم. ترول هم یارو تا فرودگاه میبره تا سیکشو از شهر بزنه بیرون. بعد از اینکه چند تا مأموریت انجام میدیم، سر و کله یادم به اسم دوین وستون پیدا میشه که خیلی کله گنده و خرمایه است. وستون برای اینکه اینا تو مشتش بگیره، مایکلو به ریچارد که تهیه کننده فیلمای سایت برا متنو بخون دیگه. این میخوای سایتای مستجن رو معرفی کنی؟ فکر کردی همه اینا خودت جلد و عینکی ان؟ داداش یه دقیقه اون مایتاب است که داری باهاش صحبت میکنی یا من اینورم؟ یه لحظه اینا تمام بزنم.
فرانکلین و ترور هم میفرسته دنبال چند تا ماشین اسپورت تا اونا رو براش بدوزن. اما حالا ترور به این فکر افتاده که براد همونی که اول بازی باش رفته بودن دوزی از زندان فراری بده. اما مایکل میگن چند سال پیش مرده و هرچی نامه گی بازی رد و بدل میکردی و من میخوندم کچل. ترور میره سر قبر مایکل و شروع میکنه کندن. اون جنازه براد اونجا میبینه و یو سیمپیچش قاطی میکنه و رو مایکل اسلحه میکشه. اول من میکنم. نه اون سری هم همینو گفتی در رفت. نه نمیخوای شما یه دور. نه اون سری هم همینو گفتی در رفتی. زود باش بکش پایین تا مردان ازشن کونمون. زود باش. توی همین اوضاع سر و کله یه گنگ چینی که ترور اعضای زیادیشون رو کشته بود پیدا میشه. اونا چون نمیتونن ترور رو بگیرن به جاش مایکل رو میگیرن که فکر میکنن رفیق شیشه ترورله، اما نمیدونن که ریدن. فرانکلین میبینه بد جای مایکل خالیه، پس زنگ میزنه به لستر تا جای اونو پیدا کنه و بره نجاتش بده. فرانکلین مایکیو نجات میده و مایکل صحیح و سالم به خونش برمیگرده تا برای آخرین ماموریت نورتون آماده بشه. دیو نورتون از مایکی میخواد بره اداره مرکزی FIB تا مدارک گوهکاری های خودش و همکارش رو از بین ببره. اما تو همین گیرودار متوجه میشیم دیو وستون مادر هاپو میخواد جلوی اکران فیلم ما رو بگیره تا بیمه پول پروژه شکست خورده فیلم رو بهش بده. اما خب فعلا باید بیخیال این داستان بشیم و بریم سراغ کاری که دیو نورتون بهمون سپرده بود. 100% مأموریتی که بهمون داده برای یه آدم کارکشته مثل ما کاری نداره. اما سر بزنگا استیو هیمز همکار دیو نورتون پیدا میشه. اوف بابا خدای دهنم کف کرد، آقا این داستان پس کی تموم میشه؟ چی؟ اونا رو ما اسلحه میکشن و چون تعدادشون زیاده کم کم تا میخوایم خای اهم کنیم سر و کله ترول پیدا میشه و به مایکل و فرانکلین کمک میکنه. ترول و مایکل هم دشمنی ها رو میذارن کنار و تصمیم میگیرن با هم رفیق بشن. وقتی با شخصیت فرانکلین داریم چرخ میزنیم، دیو نورتون و رفیق لاشیشو میبینیم که میگن فرانکلین باید ترول بکشی. مایکل که بعد دنبال انتقام از وستونه، آقا راستین دختر مایکل هم عجب چیزی، آدم دلش میخواد انقدر بزنه کراش، انقدر بزنه کراش روش تا گور شده میدان و بیدان. خلاصه مایکل فعلا بیخیال انتقام میشه و نقشه سرقت بانکو از لستر میگیره. اونا سه نفری میریزن اونجا و هرچی پول هست و خالی میکنن. اما باز این وستون کونگلابی صبح اول وقت میره سراغ فرانکلین و ازش میخواد تا مایکل رو در ازای یه عالمه پول بکشه. اینجا ما سه تا انتخاب داریم: یک، به حرف دیو نورتون گوش میدیم و ترول رو میکشیم; دو، به خاطر پول وستون میریم سراغ مایکل; سه، یا به کمک لستر دنبال راهی میگردیم تا رفیقا رو نجات بدیم. باشه داداش، حالا اینقدرم لازم نیست بری تو نقشش، متن این آدمم بخونی به خدا میشه. از هر سه چهار تا چرت و پرتی که میگی دو سه تاش مزخرف. من که باشم راه سومو انتخاب میکنم. لستر یه پلن خفن برای سه تامو میچینه که دهن همه رو سرویس کنیم. بعدش که کل دشمنامون رو کشتیم میریم سراغ دیو وستون. بیا بیرون از جبه مادر جنده، تو با آقام گفتی جنده منده بردن باغمون؟ آره، پس بمیر هر اون زاده فضول. بعدش که همه رو کشتیم دیگه آزاد و راحت به زندگیمون ادامه میدیم و قول میدیم که تا یه مدت دیگه خلافم بذاریم کنار. ناموسن لایک و ساب نکنی خیلی آدم گلی هستی، چون عشق از باستنمون در اومد سر ادیت و نوشتن داستان بازی. خب برو بچ، اینجا دو تا ویدیوی دیگه در مورد GTA بهتون معرفی میشه که حتما این دوتا هم ببینیم، اونا دیگه گفتخارن، اصلا عالین. عشق هستید و زیبا، امیدوارم هر روزم پولدارتر بشید. خدافظ، خدافظ، گود بای.